این رابطه اردوان روزبه روزنامه نگار اینجا در استودیو با ماست. اردوان، مقامات آمریکایی هر روز دارن هشدار میدن از احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین. دیروز هم یه جلسه اضطراری در کاخ سفید برگزار شده. جزئیاتی داری از این جلسه؟ جلسه‌ای که برگزار شده به طور مشخص اطلاعات دقیقی راجبش وجود نداره، ولی ما میدونیم که سفر آقای بایدن به محل زندگیش یعنی ایالت دلاور کنسل شده و اون در این جلسه برای 2 ساعت حاضر بوده با اعضای امنیت ملی و همچنین پشتبند اون برای 15 دقیقه با آقای ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده. به دید بعضی ها این تحلیل میکنن که این جلسه خیلی کوتاهی بوده با رئیس جمهور فرانسه و مشخصا شاید راجع به نکات خاصی صحبت شده که نیازی به صحبت بیشتر نبوده. جزئیات جلسه کاخ سفید روشن نیست، ولی ما میدونیم که رئیس جمهور مونده در کاخ سفید و به نظر میرسه این استقرار نشون از این داره که کسانی که دستن در کار وضعیتی هستن که الان بحران جنگ رو دارن دنبال میکنن، تصمیم دارن به خاطر نزدیک بودن و یا خطری که احتمال میره خیلی فزاینده باشه و احتمال اتفاقی که ممکنه در مرزهای اوکراین بیفته از طرف روسیه انقدر نزدیک باشه که ترجیحاً در محل کار مستقر باشن تا بتونن از نزدیک همه چیز رو دنبال بکنن. به نوعی شاید طبق روال معمول اون اتاق جنگ شکل گرفته باشه، منظورت این هست؟ بله، به نظر میرسه اینجوریه. البته من راحت‌تر بخوام بگم شاید یک طرف هم این باشه که به نوعی یه جنگ تبلیغاتی باشه، به خاطر اینکه تحلیل بعضی از رسانه‌های روسی امروز این بوده که درست در نقطه مقابلی که آقای پوتین اعلام می‌کنه که ما قصد حمله نداریم و البته با 190 هزار نیرو و تجهیزات کامل نظامی در مرزهای اوکراین قرار داره، در نقطه مقابل آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن میگن که این احتمال داره وجود اتفاق بیفته. رسانه روسی امروز اشاره کرده بود، می‌خوندم که نوشته بود که آمریکا در واقع داره دست بالا رو می‌گیره در این قضیه با اعلام این که روسیه حمله خواهد کرد، در صورتی که حمله نکنه میگن به خاطر اعلام ما و به خاطر این اطلاعات بوده که ما در اختیار دنیا قرار دادیم و از طرفی هم اگر حمله بکنه میگن خب ما قبلا گفتیم. من میتونم فکر بکنم که شاید این جلسه به نوعی در راستای همون مسیر جریان تبلیغاتی هم باشه. تبلیغاتی باشه، شاید میتونه این باشه. حالا سوال بعدی به نوعی به همین ربط داره که واکنش رسانه‌های آمریکا چی هست؟ آیا همراهی کردن با سیاست‌های بایدن در مورد مناقشه اوکراین و روسیه یا نه مخالفن؟ نگاه کنید، در نهایت اینه که همه به طور به این قضیه یه مقداری با ابهام دارن نگاه میکنن. از طرفی روسیه حاضر نیست بپذیره که قصد حمله ای داره، ولی شما تحرکات نیروهای نظامیشون در بلاروس و در مرزهای اوکراین کاملا شاهد هستید که بالاترین حجم تعداد نیرو بعد از جنگ جهانی دوم رو در منطقه مستقر کرده، بالغ بر حدود 190 هزار نیرو و تجهیزات کامل نظامی و همینجوری که میدونید آزمایش موشک‌های هسته‌ای و بالستیکش رو در منطقه شروع کرده و از طرف دیگه میگه ما قصدی نداریم. اما از این طرف هم به هر صورتی این اتفاق داره میفته. فراموش نکنید که روسیه یا شوروی سابق در واقع دشمن دیرینه است برای ایالات متحده آمریکا و رسانه‌های آمریکایی بیشتر هشدار دارن میدن در ارتباط اتفاقاتی که داره میفته و دارن سعی میکنن تحلیل این موضوع بپردازن که تبعات حمله روسیه به اوکراین چه خواهد بود و چه هزینه‌ای رو بر آمریکایی‌ها و اصولا کشورهای غربی تحمیل خواهد کرد. این ارتباط روسیه و شوروی که بهش اشاره کردی شاید روی افکار عمومی آمریکا هم تاثیر گذاشته باشه. آیا اینطور هست؟ یعنی افکار عمومی آمریکا هم به روسیه به عنوان یک دشمن دیرینه نگاه میکنن؟ بر صورتی روسیه از دوره جنگ سرد تا کنون همیشه یک دشمن بوده و حالا در مناسبات سیاسی آمریکا بهش نزدیک شده در طول سالهای گذشته و باز دوباره فاصله گرفته، گاهی اوقات این دعواها بالا گرفته و کم شده، ولی در نهایت یه چیزو در نظر داشته باشید، افکار عمومی امروز یک نگاه متفاوت تری نسبت به گذشته به نظر من داره. بر اساس یک نظرسنجی دانشگاهی 57% آمریکایی‌ها موافق همکاری با اوکراین برای در حمله روسیه نیستن و معتقدن که آمریکا نباید درگیر جنگ بشه. به همین دلیل که شاید به خاطر اعتباری که آقای بایدن سعی می‌کنه برای خودش حفظ بکنه در سخنرانی روز جمعه و پیش از اون تاکید کرده که آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ با روس‌ها در اوکراین نخواهد شد. مردم بیشتر نگران هستن به خاطر اینکه فراموش نکنید اقتصاد داخلی آمریکا امروز جای نگرانی داره و این آمار 57% نشون میده که مردم بیشتر دغدغه داخل دارن تا مسئله مرزهای اوکراین.